میگم این خلیل هم عادتهایی داره، فقط باید تو بشقاب خودش غذا بخوره. مثل اون سگه بود تو فیلمه. الان خلیل رو با سگ مقایسه کردی؟ خاک بر سرم، خاک تو دهنم، دست خودم که نیست، غم غربت گرفته منو. ببین الان نگاه کن دیگه، کوچه های غریب، خیابون های غریب، زبونشون هم نمیفهمی. چرا پرت و پلا میگی جاله؟ مگه اومدی خارج که زبونشون رو نمیفهمی؟ منظورم زبون دله. تو این چیزا رو چه میفهمی؟ همون تو میفهمی واسه حرف پشتمون بس. من غربت خودم یه طرف، غربت رضا رو چی بگم؟ از وقتی اومده ایوونه افسرده شده. جاله ببین جگوزی پر آب داغ کردم، داغ داغ شده. قشنگ میشه توش یه چایی دم کرد. کن به قول خلیل عجب چایی اومدیم. این افسرده شده؟ درونن افسرده است. این پوسته وامونده بیرونیش خوشحال میزنه. بابا مرد، مامان بابا مرد. در اوج جوانی و زیبایی بیوه شدم. نگاه نکن پسرم یتیم بابا شد. زنده است مام، اوج زیبایی این چیز نچو. بیا زنده است برو درش بیار. بودو نبست من، بودو درش بیار. بوی خوبه شکر خلیل خوهرت داشت بیوه میشون. جناب رحمانی مجددا بهتون تبریک میگم چه خوب شد که نظر اتوبوستون رو ادا کردین. کارمون رو کاری نکردیم، انجام وظیفه بود مخلصیم. ولی میگم شما هم عجیب به مال مفت علاقه دارید. علاقه ندارم. میگم آقا این خانمایی که از خوابگاه دخترو میان میرن سر کلاس همه از این مسیر میان دیگه، درسته؟ چطور؟ همینجوری برای سرویس دهی بهتر دارم میپرسم که بتونیم یه سرویس دهی بهتری ان شاء الله به امید خدا. ترابری کارکنان چه ربطی به مسئول خوابگاه خواهران داره؟ آقا برای اطلاعات عمومی خودم پرسیدم. شما چطور برای اطلاعات عمومی مسئول خوابگاه برادران رو نمی‌پرسید؟ آقا من غلط کردم. مرد حسابی سنی از من گذشت، خجالت بکش. بچه من هم سن شماست. اینو بگی سرش جستم افتاد. نصیحت میکنم بهتون، هیچ وقت تو جکوزی شیرجه نزنی چون عمقش خیلی کمه. میشگم روزه تو انقدر بیعقل شیرجه بزنه وسط جکوزی. چرا من هستم؟ بچم به بیعقلی خودش واقف. جاله تو عالم بیهوشی تو جکوزی این برم رو نگاه کرد بودن. بابات خدا بیامرز داره خیس میخوره. واقعا؟ الهی من قربون خیس خوردن برم بابا. اون برای نگاه کردم احمد هم نشسته جکوزی؟ نه جکوزی که نه، بیرون نشسته بود با روایت کامل شهودات. بعد ابو کوچیکت اومد، سپس ابو بزرگت اومد، همون که اینجاش که خالدان داره. ابو اسماعیل خدا رحمتش کنه، بیامرزه بی تربیه. خدا رحمتش کنه. خیلی آمد اما چون جا نبود موندم واسه سازه من. جاله همشون به اتفاق میگفتن تو دعوای بین خلیل و ننه گوه گوشت قرقونی تویی. منو فقط گفتن. تورم گفتن عزیزم، نگرد دوش تورم گفتن. میبینی باشد این وسط گوشت قرقونی های خلیل. مامان منم حواس چلو گوش کردم. بیشور ما میگی گوشت قرقونی و تو حواس چلو گوش کردی. خب بلش کن، خودم برا درست میکنم. ای داغ منو ببینی خلیل که این دوتا دیوونه رو به خودت خرکش کردی. اینجاست؟ ظاهر و باطن تقدیم شما. بز نگرمی داشتین، چرا با پیم میده اینجا؟ حالا ما دنبال پیمانکار و نظافت و خدمات هستیم. میگم تو این زمین شما نظری نداریم. شما دیگه داری یعنی مشکلات دانشگاه رو با ما مجانی حل میکنی. آره خوشم بیاد شوختب هم هستیم. شما که شوختب تری که داری همه مشکلات دانشگاه رو سر میدی سمت ما. مرد حسابی اینجا رو باید آتیش بزنی دوباره بسازی. شرمنده دادا، من دوست سامرم جا گرفتم. آقا من دوست سامرم جا گرفتم. آقا جا گرفت. آقا شرم اینجا برمیدادم. آقا غذا کبابه؟ بیشتر بوی پا داره میاد. دادا بذار ساره رو بگیرم همه گاه. وای بابا شو میکشیم میکنیم کوبیده میزنیم بر برم. نقش سوپ ریزی کشیدم امروز عصر انجام بدم. 53% ماجرا حل کردم. موک 53%. بله دادا حساب کردم که میگم. بابا
هسته شما درد نکنم چا چرا های فرزم بابا قبلی زمد بگی یه ذره از این آب کبابه بریزی رو گوشت قشنگ نرم شد آب کباب دوست داری؟ بله بسته شما پتر آب کبابم بریزم جانم بابا سلام قربونتون بر پارکینگ کجا؟ فرما اینم دفتر بابات دفتر آجیت ببین پسر یه چیزی آویزه گوشت کن آدم زبل آدم کاری آدم لایق پاش برسه یه جا رئیسه ترابری دانشگاه رو گرفتین اینجا بله. بعد گاراژمون چی میشه؟ تو حالا نگران گاراژی؟ نگران نباشون سپردم دست آدم مطمئن آدم مطمئن عمو رضا رضا؟ من دو دست رضا میدم اون هوشگولو میگم آدم مطمئن دادم دست حاج مسعود یه بلایی اومدم سر ننه گوهر بیارم که نادر نتونه بیاره ننه گوهر رو من داشتم ردیفش میکردم بلی. آره دیدم اروا عمت خوب ردیفش کردی حالا ولش کن این حرفا رو دکتر دست به دست هم با هم ردیفش میکنیم فهمیدی الانم یه مسئولیت بسیار مهم برات دارم یه لحظه نیست بیا بابا بیا قربونت برو این طور خوبتر رو تمیز کن من با دایی رزت بریم یه سری خرت و پرت بگیریم بیاریم بپرد من اینجا رو تمیز کنم؟ نه من تمیز کنم عمه من بیاد تمیز کنه مرد سویت میگم دکتری برو نظارت کن برگشتم آشغال نباشه نه سریعت کردی من برم من دکتر شدم دانشگاه قبول شدم برم اینجا برو تو بینم بوده بینم آشغال نمونه سلامت کو چیه؟ دوباره قرار شد بلای سرم بیاری؟ بلا کدومه؟ من هدهدی خوش خبرم هدهد خبرت زود بود کلاسم دیر شد تقدیم با عشق چیز همون محبت دانشجوی مبارکتون باشه چی چیه؟ اسپری واسه زیر بغل مار موبایل سیگه خره من واقعیت برای روز تولدت دیگه یه ذره نتونستم برای چیزی بگیرم پول نشد جور کنم دیگه اینو گرفتم موبایل خوبیه یعنی آنتن دیگه عالی و صوتی تصویرش و اینا رو هم پرسیدم و گفتن کلاس دیر شد میام الان میام الان این چیه؟ موبایل تام تو مگه از این آیفون جدیدا بابات برات نخریده باز این آتش خالا رو میگی نیلوفر عزیزم این آقا مجید زحمت کشیدن خریدن ببخش چیزه اتفاقا اینا خیلی گوشیای خوبیه. بله من پرسیدم آنتن ایش عالیه. خیلی خوشه مبارکت باشه. من میرم بیا دیگه. شما برید ما پشمندتون میاد. باشه خدا. با اجازه. به سلامت. نه خوبه نگران نباشه. ها به هر حال زحمت کشین دست شما درد نکنه. برای هر کسی گوشی یدک لازم هست. آه یعنی این میشه یعنی اونی که بابا دون گرفته میشه یدک این درسه؟ میخولم. در کل فکر خاصی که پیش خودت نکردی نه بابا اصلا فکر خاصی من هستش اصلا فکر نمی کنم من دیگه گفتم برای تولد مثلا هدیه گرفتم به هر حال ممنون با اجازه بعدش سه ماه پول جمع کردیم شد یدک بفوک آقاد ما این کادو دادنش نمیشه طلا بده مانتو بده اصلاش دندوناتو ببره لامینت کنه عدل گوشی اونم آیفون مردش رو هرچی آیفونه ببرن هر بنی بشر یا میبینی اصلاش دون آیفون به چه حقی داری به آیفون توهین میکنی ها؟ شما با استیو جابز نسبتی داری؟ وکیل مدافعشون هستی؟ اصلا تا حالا گوشی آیفون ها نزدیک دیدی؟ بله دیدم خوبش هم دیدم دایم داره خوشگلش هم داره ببین اگه به گوشی دایم توهین کنی انگار به خودش توهین کردی فهمیدی؟ دادا تو دیوونه یا برو رد کار دست آب ندارم سر رضا اینا چیه؟ نه کجا بایی ترقه است دیگه من به تو میگم کتاب متابامون بیارم میگی جا نداره من تیر ترقه برمیداریم یاری؟ حالا اومدیم تو آخر سال ما اینجا موندگاه شد چهارشنبه سودی هم که نزدیک چهار تا ترقه نتره کنیم آه من چه دارم میخورم ترقه بابا یخ کرده دیگه این ترقه دیگه چه سیغه یا بارنو من هم موندم اصلا باشی از رو هم نمیری حالا کتابا چی بوده؟ آی زندگی آی همسرداری اینا میگم تو که اصلا نیاز به این کتابا نداری که آینه همسر دارید عالیه سرم درد میکنه سرم ها تیکن دیگه تیکن لیلا تیکن داختی ببین شهابم صدا کن بگو ببین کجاست شهاب شهاب بابا شهاب جانم جان بیا صدا دارم میکنم ببین این فشفشه اینا یه جا قایم کن فقط دایید نفهمه ها ها با کلاس زا
سلام دایی. سلام. خوشو رضا. کجا؟ چند شب چه بابا چته؟ نه هیچی، خوش اومدی، دلم برای تنگ شده بود. آدم شدی، داری قدر دهی تو میفهمی، هرچی با دوست ترش میشه، برو دست رو خوب. آفرین. رضا، بپوش بری. کجا؟ بپن. آدم میگم اونجا جلوی یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. چی شد؟ رضا خجالت نمی کشی؟ خدا بیش جور 100 سالته. من چندم که این کارو کردم. بیا اینجا بینا. الان میاد. ببین بگو بیاد اینجا وگرنه با آشغالا میسالم چله ده. درست رفتا با بچه. من میگم سلام گربی تمنی. خدا بیا بینا. از گلی چه شوخی یه بابا تان کرده. کی به تیره یاد داده؟ بلند بگو غلط کردم. بلند بگو. شو از خود دوست گلتر داره بزرگ. خیلی با نداره. در گوش نداری با. باز بده من اینو. بده من. بده. عذرخواهی میخوای بکنی بلند یا سی چی نباید به تحصیل بلند بگو من عذرخواهی میکنم چشم غلط کردم اما خواستم یه چیز دیگه بگم بگو بینم وای عکس العملشو باید میدیدی جالا درست بگو چی داری بهش میگی بابا جکوزی سالمه ای لعنت بهت مار تو آستینم پرورش دادم برو سر درست همیشه به دایی بگی برو رضا واقعا جان من پریدی تو جکوزی؟ آره پریدم تو جکوزی تو نباید بگی این تو جکوزی شیرجه زدن خطرناکه من بهت بگم تو نمیدونی تو جکوزی نباید شیرجه بزنی مگه استلخه که بپری تو جکوزی من تو جکوزی تا حالا شیرجه زده بودم من از کجا میدونم چقدر میرم تو آب آخه داغه میرن توش برای اینکه یه ذره شل کنن مگه شیرجه میزنن توش رضا جان خلیل دیگه منو توی ملان دیگه یه بار برای همیشه راستشو بگو این فوق دیپلمی که گرفتی واقعیه جان خلیل دارم گیر نده تو این احوالات من گیر نده دیگه و این گیر الکی میدی به خدا من پرپوستال هم اگه تو فوق دیپلم داشت من کجا داری میری آه کجا داری میری داری میری بسر خرطوپت برای ترابری بگیرم یه چلو کمان ترابری؟ تو مدرک چی بوده؟ ببخشید واقعا باورتون است که تحصیل داری یا حالا یه چی دیگه این عملیات این پروژه یه چلو کمان در مانیتا رسید به بهرام دیگه آره میخودی جواب تو رو میدم بعضی وقتا ترابری؟ ترابری؟ خورو پایین نه خورو پایین من مریضم و تو چرا انقدر بیرحمی من مریضم خوردم تو کف سرم خورده من این جلو سرم خورده کف چیز جکوزیه دادا سامیان آقا من خیلی شر بنددم اما این که دیگه به دردت نمیخوره خونه وادتم که حلال خورن بعد از پول مواد فروشی بره سر سفرهشون الان دیگه فقط من میمونم و ساره خودت میدونی که چقدر خاطرشو میخوام خودت یادت خاطر پریسا رو چقدر میخواستی پس میفهمی دادادو خسرو آقا برات زدم بخور آلیم گوشه جونت چقدر تنها بودم وقتی نبودی خدای من تنهایت پر نکردم خلی چرا؟ نبودن تو خوز بود بودن دایی رضا خوز بالا خوز بره چقدر خوشحالم تو شمفی واقعا خوشحال نکن بچه داره غذا میخور نکن بیشور نکن داره آشغال میریزه تو غذاش داره غذا میخوره یه لقمه غذا بزن گلوی بچه بره پایین بعد میکنم داره تا رنگ کبوتا رو میگیرن نریزه تو غذاش نکن بیا بگی بشی نکن نزم هیچی نمیه با بخور غذا تو نکن بچه داره میخوره نکن بخور غذا تو بعدش میخوام یه مسئله بی اهمیت و کوچیکو بهت بگم گند خورد توش ببرمایید بابا چی میخواد آقا رضا شما میگی یا من بگم نه شما بفرمایید به نام خدا بابا میخوایم 206 تو آتیش بزنیم با اجازت درد بی درد چی میگه این؟ شیر من برای ما
مال دنیا ببین چجوری خاک تو سرت خلیل. مگه خر مغزمو گاز گرفته ماشین صفر آتیش بزنم؟ یه ماشین در بوداخون پیدا کردیم روبراش کردیم میخوام اونو آتیش بزنم. چرا؟ چه سوالایی میپرسه؟ آفرین تو برم، حقت پزشکیه. آفرین بابا، چه سوال خوبی پرسیدی. این چیه بابا؟ اسب. آه؟ اسب. بسیار. حالا چرا من این اسب آوردم بیرون؟ تروار رو شنیدی؟ تروار. حالا بیشور باز بهت میگم، ده بار بهت من این رو گفتم. اسم اسب زورو بود دیگه، من دیدم اونا. اسم اسب زورو بود، توف بوم فوق دیپلومت. چرا اسم اسب زورو باید تروا باشه آخه؟ با وقتی تو اسم بچه تو میذاری بهرام، اونم دلش بیشور بود. چه مثلیه؟ اسم تروا. اسم اسب زورو یه چیز دیگه بوده، اسب تروا یه اسب چیه؟ چیه نگران منی؟ اسب تروا یه اسبی بوده که مردم رفتن تو، کلی مردم رفتن چی؟ مردم رفتن تو اسب؟ همون رضا اسب تروا مال نبرد تروا است که توش خدا بیامرز آشیل کشته شد. آها اینو کارتونش من دیدم که این آشیله اسمش گفت خاره پاشدارم داشت. بابا نره جا بوهر من خاره پاشدارم گفت تو فوق دیپلمت دوباره. آقا ول کن، من احمقم دارم یه سری اطلاعات در اختیار تو میذارم، ولش کن بابا. میخوام این اسب تروا بفرستمت تو زمین دشمن، میخوام به ظاهر با ما قهر کنی بری تو تیم مادر بزرگه. گرفتی من چی میگم بابا؟ یا اول فست که دوباره چی بشه؟ آقا پس بیشور تو دانشگاه چی کار میکنی وقتی اینقدر عقلت نارسه؟ که چی بشه؟ که نقشه هامون بره جلو. رضا بپر برو گاراژ این آقای داوودی، ماشینو برام. نه من میرم، برو ماشینو ببر اونجایی که بهت گفتم قرار داشتیم تا ما بیایم. پاشو. خب این تکلیف این اسب تروا چی شد بالاخره؟ این تقصیر توه ها که احترام پدرتو نگه نمیداری. اسب تروا با جفتک میزنه تو پوز آدم بیشور. بلنشو ببینم، اگه تو احترام پدرتو نگه داری این آدم غریبه نمیاد اینجوری با من صحبت کنه. لعنت به روحت، میگم فاتحه به روحت بیاد سامیار. اثر انگوش چه چیز گذاشتی؟ ای داده بیداد خانوم، شما حواست به درس بشه. آقای کریم، من میخواستم ببینم مراسم تشکر از همین فرداست. ای داده بیداد. آقای کریم آروم باشین. بله آقا، ما که بله ما میایم، حتما رفیقمون بوده، داداشیمون بوده، میایم که برای دفعه آخر یه نظری هم بهش بندازیم که دیگه. در هر صورت بله تاسفم قربون شما، ببخشید من بد موقع انگار مزاحم شدم، بدادون بشم.
وای دازه آخ مهدید، آخ مهدید، خاک بر سرت کنم. آدم با رفیق مردش هم چه کاری میکنه؟ خاک عالم برم فرق سرت کنم مجید. بیشرف چی کار کردی با خودت؟ موهای من نمیدونم چرا حالت نمیگیره. مجید داداش چی کار داری میکنی با خودت؟ من بهت میگم اعتیاد، ببین چی کار میکنه، سنتی داغون میکنه. زمان ما جوان بودیم سنتی میزدیم، ما که نه، مثلا دورو بریامون سنتی میزدن، این نبود. به من میگی معتاد؟ نه بعد از سبیبش، نه قول من؟ نه عزیزم، من؟ نه بابا من معتادم، تو سالمی، کی به تو گفته معتاد؟ نگیم بهش معتادم. آقا اتفاقا منم معتادم، معتاد به عشق، معتاد به عشق سار، خوشا مردن، خوشا از عاشقی مردن. همه خوب برای من دارم با خودم چی کار میکنم؟ با خودم برو منو نگاه کن، منو ببین. زمان ما بوداش، ما که میزدیم، یعنی یارو که میزد اصفهان میکشید عراق جوش میومد. آقا چی میگی؟ هی مخدر مخدر مخدر، بی ادب بی شعور. با بزرگتری درست صحبت کن احمق. یه باره اینا رو بزن اونجا بینم، یه باره بزن اونجا. نباید نگران بچه‌ام باشم اینا با کی رفت آمد میکنه با کی نمیکنه. را بیو بیو بریم. اشتباه کرد، بگم شکر نه، باید درس تو بخونی برای خود کسی بشی. اون تخت تعمو بروش، برو قربونه. ببین بو نداره، میبینی بو نداشت، ای شعور. ماشین کو؟ آینه اون پیش پنچر کردیم و کار تموم شد، یه دستی هم بزن پنچری اونو بگیر. بابا ماشین خود پنچریشو میگرد، همه کاری که دیگه من نباید انجام بدم. میزنی رضا، دو تا کار داری برای ما انجام بدی، پنچری دیگه دو دقیقه جک میزنی پنچری رو میگیری. این هم ماشین که داریم میتره کنیم بابا. میگم تمیزش هم کرده. ولی چی داری تمیز میکنی؟ گفتم خود تو فیلم خوب ترتمیز میفته. بعد ببین هر اسایی میخوایم بهتره کنی بشاری تمیزش میکنی دیوونه. اصل تروما اینه یا بهرام علا؟ یه غلطی ما کردی با تو حرفی زدی، بل کن دیگه بابا. خب شروع کنی بابا. آره آماده ای؟ بازم من تاکید میکنم این ماشین خوبیه، برات میخرم، بهترشو برات میخرم. برو بفرما آقا بهرام. این نتیجه موندنت مادر بزرگت تو دانشگاه و بی آبرو کردن پسرش که منم باشه. نه 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 یه با دیگه نه نه اول دلوت فر بنزین نریزی روی ماشین من. آتیش نزنی ماشین صفر منو، ماشین صفر منو چرا داری آتیش میزنی؟ یه دقیقه واسه ببینم چه کثافتیه داری. چیه این؟ درست میگم، درست بازی کن دیگه، نزنی دیگه حتی دیگه میزن تو سرتا. برو یه بار دیگه اینو برو ببین، بگی یه بار دیگه، یه بار دیگه اینو برو. نه نگو اول رضا ماشین صفر منو آتیش نزنی. خوبه خوبه، همین من دوست دارم این ماشین صفرم و صفر من چرا داری آتیش میداری؟ بله همینطور که میبینی، این آتیشی که مادر بزرگت به زندگی ما انداخت، یه تیکشن گرفت به ماشین تو. حلیل عملم بگی، عملم بگی رضا. آقا رضا بفرمایید. سلام خدمت بینندگان از مواد لازم برای آتیش زدن یه ماشین 206. اول یه دبه بنزین به این صورت. و بعد یه فندک به این صورت میزنید. بیا خب بابا ببینم بزا با کشک خالیه. نه دیگه داشتم میادم ریپ میزنم و پرش کم راحت بایدم. به هنوز خاموش نشدم، قلبم رو بگم. بابا تو خوبی؟ حدیث بزرگ منم خوبم، نگران من نباشید اصلا. شب دستم بیرم رضا، آخه بی همه چیز مگه داشتی میرفتیم کویت رفتی باک ماشین رو پر کردی؟ آخه کی به تو گفته بود بری پمپ بنزین؟ من چه میدونستم نباید بنزین بزنم؟ بعد من قبلا ماشین ترکونده بودم. یعنی عقلت نمیرسه یه ماشینی که میخوایم آتیش بزنیم باکش بر باش بچه اگه بابا یا عمر با تو ها تا امروز باره به کشتر ندی آروم نمیگیری.
من دیوونه رو بگو کارت سوختم و 60 لیت حروم کار شما کردم 60 لیت. اون رضا باک دیگه 6 کلا 50 لیت بیشتر نمیره. شما چه جوری 60 لیت کردی تو باک دیگه؟ 50 لیت زدم تو باک، 10 لیت هم ریختم تو دبه و گشتم صندوق عقب دیگه. گفتم لازم نیست. راضی نشدی 50 لیت پر کردی باکو، 10 لیت هم زدی گذاشتی تو دبه. آخ دیگه چیکار کنم؟ حالا خوبه من جمعی بگیم بگیر ازم برش بعد فرمون رو ول می‌کنی. خوب جمع کردم و اگه بهتون نمیگفتم بنزین زدم الان رو هوا بودیم مرده به روح آقا جون. قدر من رو نمیدونید. اگه پای جاله وسط نبود، اگه فامیلی وسط نبود، به اون خدا بزرگترین وظیفه هم تا آخر عمر دفن تو بود. اینجوری نگو، من معذرت خواهم. کاش میشد دفنت کنم. بگیر فرمونم. بابا اینجا میرم برام. بابا دیگه الان وقتشه بری تو زمین دشمن ها ببینم چی کار میکنی. بابا اسب تو رو با مگه نه اسب خب بیمزه برام. من چرا باید همه چی رو جلوی این بگم؟ اون همه جالت چرا باید به این بله بگه؟ اصلا ما چرا باید اینو تو خانواده خودمون راه بدیم؟ خدا مگه چمه؟ مگه من چی کار کردم؟ خدا شاهده تو چیزی نیست، ما بیشوریم. تو سلامتی؟ تو سالمی؟ به خدا کاش نمیدادین. برو خدایا، من که میدونم آخرشم نه ننه گوهر از این دانشگاه میره نه این 206 گیره من میره. چه بدبختی برد از این رو گیره. فارسی فارسی بنویس. فارسیم نمیاد. فارس خیلی خوب. چطه؟ یعنی یه جور دستشون گرفته دارم میترکم برم. دو دقیقه ای اومدم. خیلی بی خود؟ نیم ساعت پیش رفتی دستشویی، چی خوردی اقام این مصرها؟ اوه نیم ساعت باش... مگه دست خودمه؟ آقا چی گیری دادی امروز؟ اخلاق بدی؟ تبیه بدنی نکن دیگه. چه گیری دادی؟ خیلی خوب تبیهت. درست حرف بزن. خیلی. اصلا این تلفن تو بده من، میخوام زنگ بزنم مامانت بیاد تکلیف تو رو روشن. آقا غلط کردم، غلط کردم، رفتم فصل بعد اینو آمینو اسید تا نوبت اومده بیرون خوابگاه خارم وایساده کارت داره. آخه نوبت اومده کارت داره، برو ببین چه کار چون دهانش. خب نمیگم یعنی شاید کار واجب داشته باشه این همه رو اومده اینجا بگن من. حالا یه تک انشا بخون. خیلی نوی من اومده. بله. بهرام. بهرام چه کار داری؟ نمیدونم خدا. ببین بالای سر این وای میسی تکون خورد، چنان میکوبی تو ملاجش مغزش بیاد تو دهنش. فهمیدی چی بهت گفتم؟ بیا تموم شد و رفت. میکوبه وایس اینجا. برو خیالت راحت. ببینم کارتو نکردی. نه میکوبم تو سرش. میشینی سر جات درستو میخونی ها؟ بشین میزنم ها. شوخی ندارم میزنم. قد این حرفا نیستی جوجه. ای ها چجوری؟ اینجوری. آخ آخ اینجوری. این آتیشی که مادر بزرگت به زندگی ما انداخت یه تیکش را گرفت به ماشینت را. خدا بگم چی کارت کنه خلیل؟ ای ذلیل نمیری الهی ولد چموش. نگاه با ماشین چی کار کرد؟ این کارو کرد چون که من قبول نکردم شما رو اذیت کنم. نه چاکو خب خبرت می اومدی یه دوتا اذیت ریز می کردی ماشینت آتیش نزنه؟ نه ابدا، من دیگه تو تیم شما کاپیتانم. شما تیم؟ نه من تیم ندارم مادر، این باباته که اهل یارکشیه. تازه خبر نداری همگی جمع کردن اومدن تهران، پیمانکاری ترابری دانشگاه رو گرفتن، اونجا رو به تسخیر خودشون در آوردن که نزدیک شما رو اذیت کن، ولی من نمیذارم. من اونیم که از شما دفاع میکنه. تو از من دفاع میکنی؟ تو خودت احتیاج داری 10 نفر ازت دفاع کنن، تو میخوای از من دفاع کنی؟ خدایا این چه سرنوشتی بود. خدایا این چه سرنوشتی بود. ای
ملیکا و ملیکا چه شالای قشنگی. به به خانم احمدی جان تشریف بردین امور دانشجویی برای اون کار خیر. آخه تو اولاد میخوای چی کار؟ اولاد میخوای چی کار؟ که بشه ملک عذابت؟ که بشه سوهان روحت؟ که خار بشه بره تو چشمت؟ که مثل دارکوب اینقدر تک بزنه که تنتو سوراخ کنه؟ اولاد میخوای چی کار؟ میخوای چی کار؟ نه عزیز من، اولاد خوبه به شرط اینکه درست تربیتش کنی، چموش نشه، عاقل باشه، نشه ملک عذابه، نشه سوهان روحه، نشه اونجور که هر روز فریاد بکشی بگی خدا من چرا اولاد دارم، خدا من چرا اولاد دارم، خدا من چرا اولاد دارم. ترس باشه دادم رفیقم رو دیدم دلم شکست. نه اینکه ترس میت باشه، ما خودمون انقدر فامیلمون هم بوه روزی 17-18 دار مرده و زنده خودمون همینجوری زیر گل میکنیم. باشه بابا فهمیدون تو خوب علی جان داداش این گوشی شماست. آره دادا این دست تو چی کار میکنه؟ حواس کردی؟ افتاده بود تو قبر دیگه من برش. نه والا گوشی خودم پکیده بود، این هر رفیقم گرفتم والا خودم رو دادم تعمیر کنم، ولی نه با هم ازاشین دفنش کنن تا من به هوش میومدم. برو رحمتش کنم. نزدیکشونم آقا، گوشی دست مجید غلام رضاییه، ولی نمیدونم اون دوتای دیگه هم در جریان هستن یا نه. هر سه توشون
چشم آقا. نشستیم چه نشستیم؟ به شما چه مربوطه؟ عجب بس ساعتی داریم هر جا میریم یه دیوونه میاد سراغ ما. ماشینا هم معذرت خود چرا اینه کشه تومون در میری تو؟ برو ننه گوهرت رو برده بیار اینجا. واسه چی باید برم ننه گوهر رو بیارم؟ برو، به تو ربطی نداره. رئیس دانشگاه داره میاد اینجا. دستبوسی آقا خلیل، دستبوسی حاجیت. چشم الا میرم. اومدی یا؟ چشم. تا احمد چلو کبابشنمون نشده رسیدی یا؟ اون دیگه واسه چی داری چلو کباب میدی؟ به تو چه؟ یاد ببینه خلیل یعنی چی؟ خلیل یعنی چی؟ آه، با اینه که نمیشه غذا خورد که. به قربون تو خواهر برم، ماشالله به کیف میکنه آدم غذا خوردن تو میبینه. شیر مادر، نون پدر، جلو کباب برادر حلاله. دمت گرم. نخور جاله اونجوری گام، مگه سیبه آخه؟ یکی میبینه قربونت برم، تو باید پره پره بخوری. برای موضوع صحبت و غذا خوردن منه، برای من چی کشوند اینجا؟ ببین کشوندمت اینجا یه کار واجب باد دارم ولی کم اهمیت. این رئیس دانشگاه داره میاد، این جناب آقای دکتر نظام الدین اورکی. وای قلبم داره میاد. یه جوری رفتار میکنه جلوی مردم انگار ما کم آدم مهم دیدیم. مرد سیم اگه نمرود داره میاد تو بیاد. واقعا اومد داره میاد دیگه. پیازی یا سیبه اونجور داری گاز میزنی؟ خب نه نه. بله همونطور که ملاحظه میکنید آقای رئیس، ناوگان خبره اتوبوسی با رانندگان غیر معتاد، غیر سیگاری، غیر حل، یعنی خدا شده من خودم چایی ها رو همه رو نظارت میکنم. هر کدوم رنگش از یه ذره سیاه اون برتر باشه خودم میپاچمش بیرون. من سیگاری هستم. زهر مار. سیگار میکشه که؟ نه تفریحیه این. مثلا بیرون ماشین میکشم اونم چی بشه، یه نصف تفریح. مشکلات زیاده بالاخره دیگه. من هم ماشینم در خدمت شماست، در رکاب شماست برای حمل حضرت عالی. حمل و نقل منظورشونه؟ خواهر بنده جاله خانم رحمانی هم با پرایدشون در رکاب دانشکده و دانشگاه هستن برای همسر آقا رضا، برای حمل و نقل بانوان و دختران و مادران این سرزمین، به خصوص این دانشگاه. من اصلا ببینید حمل اصلا تو ذات ماست، تو خون ماست. بسیار لذت بردم از اتوبوس های مجهز و همچنین از رفتار مؤدبانه شما و گروهتون. فقط کدوم یکی از عزیزان قصد دارن بنده را هم کنن؟ من بنده خودم هم میکنم، اجازه بده با افتخار. البته بنده چیز فوق دیپلم چیزم دارم، این رشته تربیت بدنی خوندم. البته بس تحصیل کردم هستین. بسیار عالی، خیلی زیاد. هر وقت رابطه تحصیل. بله بله. این نظر مبارک و عجیب شما بابت چیه؟ این نظر بهشون آقا رضا اگر اجازه بدید خودم به آقای رئیس توضیح بدم. ببخشید خدمت شما عرض کنم که نزدی بوده در ارتباط با مادرم و انشالله که برآورده بشه. افتخارشون دست بزنید. نزدیک نیا، برو عقب، برو عقب. تو الان مگه نباید سر خونه زندگیت کنار بچهت باشی؟ اینجا چیکار میکنی؟ خودتو مسخره دست این کردی؟ تو مگه مسئولیت و کار حالیت نیست؟ گاراژو ول کردی اومدی اینجا خیریه گردونی میکنی؟ مسئولیت من الان اینجاست، اینجا ردیف بشه گاراژم ردیف بشه. رضا بپر آب روغن اتوبوسا رو چک کن بسر. آب روغن اتوبوسا رو چک کنید. ابلغ، اینجوری که خودم میتونستم داد بزنم از اینجا داری داد میزنی؟ میگم برو بالا سرشون چک کن پسر. چند بار باید بگم؟ خلیل من مادر تو هم. من تو رو بزرگت کردم پسر، میدونم یه دردی داری اما این راه درمونش نیست.
دست شما درد نکنه. شما وقت پزشک شدی دردمو رو درمون کن، تشخیص بده. اصلا دانشجو تو دفتر من چی کار میکنه؟ ای شما اینجا چی کار میکنی؟ الان اگه وقت کلاست نیست. آقا رضا بفرمایید بیرون. بفرمایید سر کلاس. بفرمایید بیرون. بفرمایید بیرون ببینم. اوه با مامان من درست صحبت کنه. یه کاری میکنم چپ راست تو گم کنی. ایشور یه بار دیگه با ننه من اینجوری صحبت کنه. خودت میدونی ها. اصلا ننه من نه با خانم دکتر درست صحبت کن. شما خودتون منو وارد مسائل خانوادگیتون میکنید. بعد میگید نکنین کارو. من اصلا هیچ حرفی ندارم. گوش کن ببین بهت چی میگم پسر. تو الان ناسلامتی جای پدرت نشستی، کاری نکن آبروی اون بره، تنش تو قبل بلرزه. قبلا هم بهتون گفتم شماها با این کارا حریف من نمیشید. خلیل خدا ذلیلت کنه، مامانو با من بد کردی. خلیل گوشی ننگوهر جامون من به نظرم ببریم بفروشیم ازش یه ذره چشم بگیریم چطوره؟ دست بهش بزنی دستو قلم میکنم و بعد رو برمده بهش. با استادت میخوای بری پارتی؟ دارم بلد. ننه گوهر این کوشیتون جا مونده بود، وظیفه خود دونستم که بیارم. بعد ماما خب یعنی چی حالا؟ الان واقعا داری میپرسی؟ یعنی نمیفهمی یعنی چی؟ نه والا یه پیامک اومد از مادرتون میگه که بده من ببینم. واقعا نشسته داره پیامک میخونه مسخره. بابا چون ناراحت میشه، چیز مهمی هم نگفته بوده. گفته فردا شب زود بیان خونه، تولد پدرتونه، دست سناس کمک ما. ببین قشنگ حواستو جمع کن ببین چی میگه. این پیام یعنی سامیار یه گوشی داشته که قطعا توش کلی اطلاعات مفید راجع به هافکینگ و ساقیای دیگه‌اش داخلشه. کاری که ما باید بکنیم اینه که الان ما باید سلام. جانم خانم کار داشتی؟ من می‌خواستم با سینا جان در مورد پروژه کلاسیمون صحبت کنم. با سینا جان؟ بله. پروژه کلاسی. بفرمایید صحبت کنید. ببخشید مزاحمتون شدم. این فامیلتون چرا اینجوریه؟ چی مریضه بنده خدا، مشکل روانی داره. مثلا اعصاب مصابش هم به هم ریخته است. خانواده‌اش دو سه بار برق وصل کردن به مغزش. دعا کنید براش. آره خانواده‌اش اذیت. اون چیز چی شد؟ مقاله‌م چی شد؟ من دارم میام سمت پارکینگ، دارم داره میاد دنبالم. اگه موافقه بریم تو راست صحبت کنیم. بله بفهم. سه تا مقاله پیدا کردم که فوق العاده. من گفته بودم عاشق مقالم. آقا من مطمئنم این نتونسته قفل گوشی رو بکنه. تو قبل بیوش شد. گوشی هم که در آوردن خاموش بود. چشم انجام میشه. چشم. گفت تو این شانس. الو کریم داده خوبی؟ قربونه. ببین یکی از این بچه ها با این گوشی ما شوخی کرده، اثر انگشت خودش رو گذاشت. تو کسی سراغ داری اینو وا کنه؟ دمت گرم، خبرشو به امت نکردم. قربونت. ما خونم کرمانشه. چطوره؟ میخواستم خوابگاه بگیرم که دایی نزش دیگه. گفت خونه ما هست و خوبه و خالصا نزاشت که. ولی ببین خیلی دوست دارم زندگی خوابگاهی رو تجربه کنم. بابا من تجربه کردم، همون پیش دایتون بمونین خیلی بهتر. بچه های خوابگاه ما یکی در میون خلن. لابد بچانسی توه، بچه ها که خیلی از خوابگاه تعریف میکنن. اما ببین اگه این مقاله رو خوب جمع کنیم حتی میتونیم تو سمینارام ارائهش بدیم. من قول میدم این مقاله رو عالی جمع کنم. اصلا من عاشق سمینارم، خیلی دوست دارم باهاتون سمینار بدم. اله خانم میشه یه لحظه بایستیم؟ ببین من یه چیزی براتون گرفته بودم، بعد روم نمیشد. آره میشه چشاتون رو ببندیم؟ باز نکنیم نه؟ بفرمایید. وای چقدر قشنگه. مرسی. خواهش می‌کنم. ولی
لازم نبود واقعا. نه با قابل شما رو نداره. صاحبش قابل داره. معرفی میکنم داییم غلامرضا دلاوری.